درود بیکران به مردم شریف ایران، مردم قهرمان ایران، جوانان، نوجوانان در هر کجای ایران و دنیا هستید. امیدوارم خوب و خوش و سلامت و البته ورزشکار باشید. واقعا تو این روزهایی که همه فکر نابودی این نظام فاسد اسلامی هستن، کسی به ورزش فکر نمی‌کنه، اما چون اون کانسپت و اسطوع برنامه ورزشی از خدمتون هست که همیشه ورزشکار باشه. با 515 برنامه سود از لندن خدمتون هستم. با افتخار به اتفاق دوستان و همکارانم شروین ادیتور برنامه، امیدوارم که بتونیم برنامه خوب تقدیم حضورتون بکنیم با حضور مهمان گرامی. بخش‌های مختلف رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم که بتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم در برنامه بتونیم در خدمتتون باشیم. میریم و برمیگردیم، خدمت شما بزرگواران هستیم. بینندگان عزیز و عجبن، ایرانیان مشتاق و جوانان درجه یک ایران، بسیار خوشحالم که از طریق چنل سود خدمتتون هستم در یوتیوب. امیدوارم که ساعت لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و خدمتتون عرض بکنم که ساعت بهتری در انتظارتون باشه در این روزهای بسیار سخت و حساسی که برای ایران هست. مردم ایرانی که این روزها در خیابان هستن، بیش از 5 ماه هم گذشته قیامی همه جانبه بر علیه نظام فاسد اسلامی به راه انداختن و هدف و تنها مقصودشون نابودی این نظام فاسد است. خدمتتون عرض کنم در برنامه امروز در خدمت دوست خوبم، کارشناس فوتبال، یکی از ایرانیان درجه یک، کوروش بازیار هستیم در فرانکفورت آلمان، که خدمت کوروش عرض ادب میکنم. همیشه کوروش بازیار به من لطف داشته، در برنامه سوت حضور داشته و نظراتش درجه یک است در هر کجایی که کوروش هست، در تلویزیون مختلف، در رادیو و در صفحه خودش مطالب بسیار خوب و ارزنده و ارزشمندی رو ارائه میکنه کوروش بازیار عزیز. کوروش جان، همه میدونن که شرایط این نظام چی هست، این نظام فاسد آدمکشی که خود شما بهتر از من میدونید که چه بر سر مردم ایران آورده و ورزش هم مستثنا از این قضیه نیست. ورزشکارانی که هم محروم شدن، هم ممنوع الخروج شدن، هم بعضا به زندان رفتن و حوادث بسیاری رو توی این کشور براشون اتفاق افتاده و همش توسط این نظام بوده. خدمتتون عرض بکنم آقای بازیار، هفته گذشته تو خبرها داشتیم که علی دایی ممنوع الخروج شده به خاطر اینکه میخواست بره مسابقات جایزه اعطای برترین های فوتبال دنیا که توسط فیفا مهمان ویژه هم دعوت شده بود. خب کمتر کسی که در دنیا علی دایی نشناسه، آقای گل سابق فوتبال دنیا، شهریار فوتبال ایران و کسی که در لیگ قهرمانان اروپا گل زده، افتخارات زیادی برای فوتبال ایران کسب کرده، ایشون ممنوع خروجه و نمیتونه به این مسابقات بره. ورزشکاران دیگه هم از بانوی هندبالیست دیگه ای که ایشون هم رفته بود به فرودگاه و بعد فهمید که ممنوع خروجه. همه اینا رو بذاریم کنار، آقای محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک، محافظ سابق رهبر ایران بوده، میره در دیدار با آقای باخ در لوزان سوئیس، رئیس IOC. اونجا بهشون میگه که ما ورزشکار محروم یا زندانی یا ممنوع خروج نداریم. و درباره دیدار با حریفان اسرائیلی یه سری خزعبلا تحویل آقای باخ میده، اونم گفتش که همه رو آقای باخ قبول کرده. اما همه میدونن که اینا همه سر تا ته حرفای واقعا بیمعنیه و هیچ کسی قبول نمیکنه این قضیه. میخواستم از شما بپرسم آقای بازیار، به عنوان کارشناس فوتبال، به عنوان یه ایرانی درجه یک، این نظام به دنبال چی است؟ و از طرف میهمان این محروم و زندانی و ممنوع خروج نداریم، از طرف دیگه اون کارا رو انجام میدن. میخواستم نظر شما رو بدونم قربان. سلام عرض میکنم آقای خسرو جلیلی، خدمت شما، خدمت بینندگان این برنامه. در مورد این دو موضوعی که شما اشاره کردید، واقعا خودشون هم نمیدونن چی کار دارن میکنن و به مخاطبشون در عرصه بین الملل چه دارن که تا
توضیح بدن در مورد ممنوع خروجی علی دایی، رازی جانباز، الناز رکابی. میدونید اینا میخوان اون مشت آهنین رو نشون بدن، بگن که ما میتونیم جلوی مسافرت علی دایی رو بگیریم که دنیا میشناسدش، یا مانع سفر الناز رکابی بشیم به کارگاه آموزشی که دعوت شده به عنوان مربی بره اونجا کارآموزی بکنه، و یا همین الان لژیونر هندبالمون رازی جانباز رو اجازه نمیدیم بریم. وای به حال شما مردمی که کسی نمیشناسدتون، و یا دو تابیتایی که میایید پدر و مادر بیمارتون رو ببینید و یک سری به فامیل بزنید، ما میتونیم در فرودگاه مانع خروج شما بشیم. اینا بیشتر از سر استیصال و ناتوانیه، و همون سخنرانی معروف امام راحل که داشت شیر رو با کارتر یا کارتر رو با شیر مقایسه میکرد، و من معذرت میخوام که نمیتونم بیشتر وارد جزئیاتش بشم، بهتره که بینندگان برن خود اصل سخنرانی امام راحل رو گوش بدن. اما در مورد صحبتهای خسروی وفا، رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران، خب خودش هم میدونست داره دروغ میگه. ما داریم با توماس باخ صحبت میکنیم. توماس باخ قهرمان المپیک شده، مدال طلای المپیک داره، یک آلمانی است که ریاست کمیته بین المللی المپیک رو داره. آلمان ها با اسرائیل، با نازی و یهودیان مشکلات تاریخی دارن سر اون کشتار نازی ها و کوره های آدم سوزی. خود آلمان ها خودشون رو سرزنش میکنن، درس های مدرسه بچه هاشون از اون کشتار وحشیانه نازی ها میگه که تاریخ فراموش نشه. بعد آقای خسروی وفا اومد به اینا توضیح داد که آقا ما سر دین و 1400 سال اسلام با اسرائیل مشکل داریم. توماس باخ هم گفت بله، اینجا خونه عمه منه، من هم چشمامو میبندم رو همه مسائل. اگر این چنین بود آقای خسروجلی، چرا هیچ اشاره‌ای به تعلیق فدراسیون جدا نشد که همین الان به خاطر عدم رویارویی با اسرائیل و بلایی که سر سید مولایی آوردن توماس باخ اشاره ای نکرد؟ میدونید اینا صحبت هایی است که پر از زد و نقیض، پر از به قول فرنگی ها پارادوکس. تا دیروز میگفتن که ورزشکاران ما خودشون خودجوش حاضر نمیشن در مسابقات با حریف اسرائیلی روی تشک یا تاتامی یا روی رینگ مسابقه حاضر بشن. الان میگن که ما اصلا از روز اول مشکل داشتیم. کسی هم نیست بگه آقا اسلام از عربستان اومده، اسلام مال شما نیست. بیش از 1 میلیارد مسلمان توی دنیا هست، مسلمانان زیادی در رشته‌های مختلف با اسرائیلی ها مبارزه کردن، بیشتر تیم‌های فوتبال حال حاضر لیگ اسرائیل از فلسطینیان مسلمان داره سود میبره، حتی تیم ملی اسرائیل هم مسلمان درش داره بازی میکنه. ببینید اینا فقط دنبال شلوغ بازی هستن. و سخنم رو با اون مثال معروف پایان ببرم که طرف گفت من در یزد 7 گز میپریدم، گفتن آقا بیا بپر، گفت نه من در یزد میپریدم، گفتن آقا یزد دور گز نزدیک. حالا آقای خسروی وفا، توماس باخ و آلمان دور، مسابقات آتی در رشته های مختلف نزدیک. ما میبینیم که صحبت های شما با آقای باخ چه بوده، تصمیم کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپیک چه هست، و آبروریزی که شما برای خودتون برای ورزش ایران به همراه دارید. بسیار ممنونم از کوروش بازیار عزیز به خاطر حضور در برنامه، دوست خوبم، شیرین ادیتور برنامه، همکار من و دوست من.
زیرنویس میکنه. آدرس ما در یوتیوب رو در چن... ما در سود هستیم، چنل سود در یوتیوب، در اینستاگرام هستیم، لطفا فالو کنید. در فیسبوک هستیم، تنها راه های ارتباطی ما هست و اونجا میتونید ما رو لطف کنید، حمایت بکنید و ما رو به آینده دلگرم بکنید. آقای بازیار، به عنوان سوال دوم، اومدن و اعلام کردن که فدراسیون فوتبال اعلام کردش که مربی تیم ملی مربی داخلی از مربی ایرانی هست و حالا به خاطر تحریم‌ها نتونستن انتقال پول به خارج از کشور و هزار داستان دیگه گفتن مربی ایرانی ایثار میکنه و از این صحبت‌ها، از این حرف حدیث‌ها، و خیلی فکر میکردن که مربی تیم ملی مربی ایرانی است. اما خدمتتون عرض بکنم که به یک بار فدراسیون فوتبال اومد و آقای تاج اشاره کردن به اون تیمی که باش کار میکنن که ما جنبندی مربی خارجی و به مربی فکر میکنیم که هم جوون باشه، هم بتونه انرژی داشته باشه، فوتبال آسیا رو بشناسه و شرایط این چنینی رو رقم بزنه. میخواستم از شما بپرسم آقای بازار، چه شرایطی پیش اومد؟ خیلی هم اشاره کردن که آقا اگه مربی ایرانی بیارونیم که تیم ملی بشینه مقابل مردم و همراه با این نظام، گفتم مردم ایران خیانت کرده. میخواستم نظر جناب آقای بپرسم که چی شد که فدراسیون فوتبال به این جنبندی رسیده که بره مربی خارجی بیاره. خیلی ها اشاره میکنن که این نظام میخواد کاری بکنه، بگه ما عادی سازی میخوام بکنیم، مربی خارجی میاریم، پولش هم میتونیم پرداخت بکنیم و یه خودی میخواد نشون بده. میخواستم نظر جناب آقای رو در این باره بپرسم. یک ستون طنزی ابراهیم نبوی داشت که در روزنامه‌های مختلف دوران اصلاحات مینوشت و یه جمله معروفی داشت که این جناح راست یا این اصولگرایان راهنمای چپ میزنن به راست میپیچن یا راهنمای راست میزنن به چپ میپیچن. اصلا در مورد صحبت‌های این چنینی ما نبایستی نه توجهی بکنیم و نه بهشون فکر کنید. من همیشه هم به شما شخصا و هم تو برنامه‌های مختلفی که با هم دیگه داشتیم و جای دیگه هم عرض کردم که در مورد مربی و بازیکن، من شخصا تا روی نیمکت یک تیمی نبینمش، حتی به قرارداد بستنش هم هیچ اعتمادی نمیتونم بکنم. ما کلمنتر رو دیدیم، آوردن تهران و اون فضاحت رو روی پله برقی فرودگاه مهرآباد به یادگار موند، اما دیدیم به جاش چه کسی اومد و مربی شد. سابقه 24 ساعت مربی شدن محمد مالکان رو هم داریم. بنابراین اون چیزی که شما به خوبی بهش اشاره کردید مشروعیت خریدنه. حالا چه مربی خارجی صاحب کارنامه، یکی مثل اسکوچیچ بیاد و بره که دنیا اصلا نمیفهمه اومده، نمیفهمه رفته. مربی شناسنامه داره بزرگ هم خب من و شما میدونیم نمیاد. اگرم بیاد فساد قرارداد داره، پول کلانی قرار است بهش بدن و لفت و لیس زیادی در اطرافش میشه. نظر خود من این هستش که اگر قرار بر انتخاب یک مربی هست، مربی سپاهان بهترین گزینه است. آقای خسروجردی هم لیگو میشناسه، هم نشون داده که فوتبال بلده، تیمش الان در صدر جدوله و یک آرامش نسبی هم در شخصیت و رفتار و گفتارش هم داریم میبینیم. اینی که چه خواهد شد، چه کسی سر مربی تیم ملی میشه، بایستی صبر کنیم. اما با توجه به رابطه تاج و محمد رضا ساکت در سپاهان و نتایج مربی سپاهان، عاقلانه ترین کار این هست که اون مربی رو جابجا کنن. پولش هم از بیت المال داره پرداخت میشه و نه خانی میاد نه خانی میره. مشکلات جانبی مثل ترانسفر پول هم به خارج مثل استراماچونی و کالدرون و دیگران نخواهیم داشت. اما باز عرض میکنم اصلا نمیشه در مورد این تصمیمات پیش بینی کرد، چرا که فدراسیون فوتبال و مهدی تاج به تنهایی تصمیم گیرنده انتخاب سرمربی تیم ملی نبودن، نیستن و نخواهند.
بسیار ممنون از کوروش بازار. بینندگان عزیز، یک شنبه شب از خدمتتون هستیم. با افتخار به اتفاق دوستان همکارانم در برنامه سود از طریق چنل سود در یوتیوب که برنامه تقدیم حضورتون میشه خدمتتون عرض بکنم. به عنوان سال سوم پایانی، آقای کوروش خان بازار، در دنیا همه کشورها محکوم کردن حمله روسیه به اوکراین و یک سال ازش داره میگذره و توی این دنیا ایران هستش که با روسیه همکاری میکنه، اون پهپادها رو میفرسته که بر ضد اوکراین استفاده کنه. حالا چین، و چون ما بحثمون سر ایرانه، خواستم از شما بپرسم، برمیدارن سپاهان اومد یه قرارداد خواهرخواندگی با تیم زنیت سن پترزبورگ روسیه بست، این تیم رو دعوت کردن اومدن در اصفهان تماشاگر آوردن، جایی که اومدن خیلی نزدیک چند ماه در ایران تماشاگر نمیتونه در ورزشگاه بره، بعد به یک بار ورزشگاه نقش جهان رو پر از تماشاگر کردن و دم اون اصفهانی هم گم که پیرن پرچم اوکراین آوردن تا نشون بدن که ایرانی ها، مردم ایران با این نظام همراه و همدل نیستن و از مردم اوکراین حمایت کردن. میخواستم در این باره بپرسم، و اینکه تیم ملی قرار بره با عراق بازی کنه و روسیه، عراق میاد جالبه برای فوتبال ما شرط میذاره، میاد میگه اگه این کارو بکنید من بازی میکنم، اون کارو بکنید من باز، این کارو نکنید من نمیام، خلاصه شرطهای این چنینی، جایگاهی در مقابل فوتبال ما نداره. یا مثلا میخوان بریم با روسیه ما بازی کنیم. واقعا آقای بازی میخواست از شما سوال بکنم، ما الان با روسیه و غیر ایران، روسیه فقط با ایران میتونه بازی کنه چون همه جا در همه ورزش دنیا تحریم شده. مخواستم نظر شما رو بپرسم، ما به دنبال چی هستیم؟ و اینکه روس ها میان با ایران بازی میکنن، عراقی ها اونجوری به فوتبال و مردم ایران توهین میکنن، اما این نظام ذره ای این خیالش زیبا تردید نداره که بتونه این کار، اون یه جوری هم واقعا مستعمره روسیه هستیم دیگه، این واقعیت رو باید قبول بکنیم، این نظام آبروی واسه ایران نگذاشته. بخواستم از جناب عالی بپرسم که این کارها برای چی انجام میشه، اصلا چطور هست؟ من نظر جناب عالی میخواستم بپرسم. در مورد بازی دوستانی سپاهان و زنیت سن پترزبورگ، خب واقعا دستاوردی نداره. شما وقتی که یه تیم ملی میاد ایران با تیم ملی ما مسابقه دوستانه انجام بده، همه فوکوس میکنن روی بازیکنان لژیونر تیم ملی مقابل ما که ببینیم چه بازیکنان مطرحی در سطح فوتبال دنیا داره، در چه لیگایی بازی میکنن، که آورده هاشون بیاد در تقابل با فوتبال ما یک درسی باشه، یک تجربه باشه. الان زنیت سن پترزبورگ بدون لژیونراش، بدون بازیکنان خارجیش چه آورده ای داشته؟ به جز اینکه فیزیکال بازی کردن و 4 تا توپ بلند فرستادن، این چه تجربه ای برای فوتبال ایران است؟ از طرفی هم خب دنیا میگه آقا محرومن، تعلیقن در تمام رشته‌ها، کسی حق نداره باشون بازی بکنه. اگر فردا کمیته ملی بین‌المللی، کمیته بین‌المللی المپیک و فیفا اومدن یقه فوتبال ایرانو گرفتن که چرا بدون اجازه با این تیم روسیه مسابقه دوستانه داشتی، چه کسی جوابگو است؟ آوردش هیچه، هیچه، به علاوه هیچم هیچ میشه. آقای خسروجردی فقط میخوان بگن که ما با روسیه ارتباط داریم، قدرت اتمیه و از این حرفا. از طرفی هم بازی با عراق تاریخ و سابقه نشون داده، ما 24 ساعت قبل از بازی دوستانه با عراق در دوران کیروش این بازی دوستانه لغو شده. این چه که شما اشاره کردید، اونا از یک طبقه بالاتری به فوتبال ما، به آدمای فوتبال ما نگاه میکنن، شرط میگذارن، برمیگرده به همون مثل معروف که میگن احترام مسجد برمیگرده به متولی. بنابراین اگر روزگار خوبی بود، فوتبال ما تحت سیطره امنیتی ها نبود، روسیه در تحریم و تعلیق ورزش قرار نداشت، بازی کردن با زنیت سن پترزبورگ برای فوتبال ما دستاورد زیادی داشت، میتونستیم فوتبالمون رو به باشگاه های روسیه نشون بدیم، دوتا بازیکن ترانسفر کنیم، اما متاسفانه فقط نمایش برای دوستداران و اون
درصد کمی هست که این حکومت و ایدئولوژیش رو دنبال میکنن. بسیار ممنونم از کوروش بازیار عزیز به خاطر حضور در برنامه و توضیحات کوروش بازیار. مثل همیشه درجه یک و عالی، امیدوارم که مورد پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. یه بار دیگه خدمتتون عرض بکنم، لطفاً ما رو در یوتیوب همراهی کنید، سابسکرایب بکنید، زیرنویس هم میشه آدرسمون، در اینستاگرام فالو کنید، در فیسبوک هم لایک بفرمایید. مطمئناً منتظر نظرات خوبتون هستیم، اینو جدی دارم میگم، به ما راهکار میده و حمایت های شما هستش که من اینو نشستم به اتفاق دوستان همکارانم دارم برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. یه درود ویژه و جانانم به مردم ایران و به خصوص جوانان عرض میکنم که واقعا ایران رو از چنگال این رژیم فاسد و آدمکش در خواهند آورد. شب روزتون خوش مردم ایران.